زاری میکنه مادر جان، گریه میکنه، ببین چی راحت بچهش میده برن بکشن. مثل این ننه ها، مثل این بابا زیاد بودن. پدر مادر تو متهمی، همونه که الان بچه هاتون میزنن میکشن. ولی من میشناسم شما رو، که شما روزه ابوالفضل میذارید، سفره ابوالفضل میذارید، دور قرآن، شما هاتون مذهبی هستین، آخه بچه هاتون کشته میشن اینجور، مثل همه این دختره که کشته شده. برای آرامش کشور و ملت حتی از فرزند خودشون میگذرن. وقتی که محارب خدا و رسول باشیم نمیخوام بدون من چند وقت انتظاری داشتم شما رو که ببینه استفاده گرفته بودم که اگه اومدی خودم بسیده خانه چه روزه بریش آخه برگشت که کجا برگشت تو برگشتی بالاخره حالش هم میونه خود و خدا برای این که تکلیف گناهانت بشه بازم میونه خود و خدا خوب بالاخره نه بالاخره تو تا این میشی اعدام میشی چرا که بالاخره گفتم تو بکن بدانشی رفت قدر بکنی ببینی من 19 سال در آیات الله خمینی مبارزه کردم یادیست سلی 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 شده از سلی سلی یک سلی من گفتم آیات الله خمینی اینا اینا رو که وقتی میزنن میکشن شما فکر میدونید الان هیچی نگید میرید بهش بدبختا بچه ذهن اینا روشن کنید بگید امام حسین چی کار کرد تو ایران بگین فاطمه زهرا چی بود چند سال هم کرد برای یه فدک فقط با خلیفه دعواش شد یه فدک یک شهرک ییلاقی فقط برای اون دعواش میکرد چوهر چی میزد گفت مرد که باشه به رئیس جمهور بشه علی بارها آمد فاطمه رو به محمد پس داد پسش داد یک کتاب رو همین غلامرضا موسوی که گفتم سینما سازه برنامه رو میبینه دوستش هم دارم آدم با شخصی در مورد فاطمه زهرا چند سال پیش به من کادو آورد داد پاریس به زمان عربی بود خودش نخونده بود سیده البته آدم خوبیه دیگه گفتم فیلم خوب ساخته خودش نخونده تو کتاب نوشته که آقا تمام مبارزه فاطمه برای گرفتن فدک بود تو همون نوشته که 14 ساله یا 16 ساله بود افتاد مرد تو همون نوشته که حضرت علی میرفت شکایت میکرد پیش محمد گفت زن مرا اذیت میکنه محمد اومد رو منبر گفت هر کس فاطمه را اذیت کنه من گردن چی میزنم ترسید علی هم تا فاطمه بود هیچ زن نگرفت تا فاطمه از جهان رفت هم دلت بخواد زن گرفت اینا رو بگید به مردم خرتون کردن به جای آناهیتا فاطمه رو گذاشتن فاطمه کی بود مرتی که علی شریعتی بیشورم اومده دو ساعت سخنرانی کرده دو ساعت شده کتاب فاطمه فاطمه است تو باید بین یک کلمه بیوگرافی فاطمه رو میده کی بود چی بود از ماریکو رو اون همه صحبت میگوی چه حالا فاطمه اصلا معنیش هم میدونین گفتیم که 40 سال پیش معنی فاطمه میدونین چی فاطمتان چقدر اصلا معنی فاطمه میدونین چی مرد بلد نبوده سرور بچهش اسم خوب بذاره مثل شما که میذاری آناهیتا گردآفرید آرتمیس لاودن سوسن سرایا میذاری بس بچه بگه فاطمه فاطمه میدونین چی گفتیم بارها نمیدونیم شطور وقتی بچه شو از شیر خوردن میگه میگن فتوه فهیه فاطمت یعنی بچه شطوری که از شیر خوردن باز داشته شده من اون موقع که صفدری خدا بیامرز زنده بود برنامه‌ساز جمهوری اسلامی بود رو جام جم برای خارج پخش میشد برنامه اجرا میکرد من تو ماشین بودم تو شهر بودم من زنگ زد به نام دکتر جمشید فردوسی پور استاد دانشگاه در پاریس با من مصاحبه با من میکرد بعد مهمونای مهمی هم داشت من اینا رو خراب میکردم من از جمله برام فاطمه اونجا گفتم قطع کردم این فاطمه شما مردم باید این روشن کنید عزیزان من پدر مادر خودتون رو پدر بزرگ مادر بزرگ روشن کنید بعدم بهشون بگین بگین تو فردا میفتی میمیری پاشو بیا بریم سپر بلای من بشو مگه نه کار نکردن بچه 14 تا 12 16 سالی مار بردن سپر رو مینا راهشون بردن کشتنشون رو مینا حالا ما پدر بزرگ مادر بزرگامون میبریم جلو گوله میزنن به اونا بزنن 44 سال ذلت رو پذیرفتن حالا این نسل 80 دیگه نمیپذیره قربونش هم میرم من نسل 80 فداییش هم نسل 80 من چاکرش هم نسل 80 بچه های سلحشوره
بعدم یاد تو نره یک ضدیت جهانی با زن هست، ولی بچه ایران نیستن، نسل و جوان و شیر ما نیست. یه پوفیزایی هستن زن مرد که نستن با زن مخالفن. اینا رو شما ول نکنید، تونستین آدم چون کنید، نتونستین شیر بچه های ما افتخار آفریدین تو دنیا. این کانون های شورشی که مثل شیر تو میدین حاضرن، مثل شیر شیر ها میگفتن میاد شیر، این هم دیگه. بعدم یاد تو نره ما امروز برای ما رو نترسون از جنگ داخلی و از اون میشه این میشه. آقا این پروژهش اونجا نوشته، آمریکا نوشته فلان احمقا. الان خود آمریکا بایدن رو این رفیق ما گذاشتش. از قبلش من آمدم گفتم، یارو گفته 2 میلیارد دلار من میذارم، ترامپ رو برمیدارم بایدن رو میذارم. بایدن هم همیشه مست و خواب و مریض هستن، اون باید کامپیوترش میگردونه. وقتی آمریکا آمریکایی گفت، همون قدرت جهانی روسیه نفوذ داره، تو خود جمهوری اسلامی نفوذ داره، بارها گفتن تمام دنیا نفوذ داره. حالا همون جورج فلوید که جورج سیاه تو آمریکا مشکلش پیش اومد، با همون ترامپ رو داغون کرد، پول اون رو جمهوری اسلامی داد. خب خیلی دیگه نمیفهمین، اگه میفهمین روسیه شما رو میگردونه. و چون اصلا اینا نمیدونین پول کجا آب میره خرج میشه. اون جورج فلوید چطور یک نفر سیاه‌پوست تبهکار بود کشته شد، شما الان تا الان دارین ازش دفاع میکنین. جمهوری اسلامی ایران تمام سایتاش رو، سپاهش و بسیجش و فارس نیوزش رو همه دارین ازش دفاع میکنین. وقت چطور دختر کرد رو کشتین، میگین این عمدن یک دختر کرد کشتن، یک آذری کشتن، یک لور کشتن که اصلا ایران رو تجزیه کنن. بعد وقت ایران تجربه شون نیست، نترسونتون. من نمیشناسین سیاوش عربستان، همیشه تو این 40 سال بهتون گفتم تجزیه ایران رو ازش جلوگیری میکنه، ولی الان من به شما میگم تجزیه ایران در پیش نیست، نابودی اینا در پیشه. و بعد من اینا به شما بگم، اینا هر چی به شما آدرس دادن عوضی بوده، هی فوش دادن به اسرائیل، 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 عربستان سعودی دشمنشون بود. اسرائیل کمکشون هم کرد در جنگ ایران عراق، اگه نبود اسلحه نمیداد به ایران، به ایران داد. همه چیز داغون شد. همیشه آدرس عوضی میدن، الان هم آدرس عوضی میدن. من میخوام ولی اینو به شما میگم بچه، یاد بگیرین ببینین، چون اینا در طول تاریخ هم دروغگو بودن. مثلا میگم فرعون، این کسی که فوش خوان داره بشن. فرعون رو من به عربی گفتم، تو مصر چقدر مردم گوش کردن، علاقمند شدن، بازگشتن به چیزشون به زمان عربی. یک برنامه دارم با آقای سلام مسافر که در سطح جهان پخش شد، اونجا من میگم فرعون ما بهش احترام میذاریم. فرعون یه پادشاهی بود که تمدن ساخته بود. فرعون به زبان مصری یعنی شاه. اینا اومدن گفتن اخ، فوش خوار بدن رسش بودن. طاغوت به زبان حبشی و اتیوپی طاغوت یعنی شاه. مثل که با شاه و شاهنشاه بدن، بعد اینا میگن طاغوت یعنی طغیان کرد، انهو طغا. اینا چرته، اینا رو ساختن، عربیزه کردن اینا رو. بعدم کلن هرچی نگفتن دروغی، هرچی که اونا باید زدن شماش بگیرید. من الان شیطان اگر بیاد از برای آزاد ایران بخواد کمک کنه، ما ازش استقبال میکنیم. ما با شیطان مثل شما نمیدونید، ولی هم بهتون بگم خیلیاتون متعجب بشید، اونایی که اندیشمند هستن، دانشمند هستن، افکار فلسفی سیاوش عوستان را بلدن، این رو میدونن. حالا به شما میگم در آیین اوستا، آیین دین می نیست، ما دین نداریم، آیینه، فلسفه است. اهریمن، اهریمن رقیب اهورامزدا است. اهورامزدا دانای توانا، دانای توانا کیه؟ خورشیده، نور حاکم بر هستی است، قدرت حاکم بر هستی است، مدیریت حاکم بر هستی است. مجموعه 90 میلیون ایرانی است اهورامزدا است. اهریمن یه قدرت دوم، ثانی قدرت هست که جدا از اهریمنه و اهورامزدان. اینا دوتا از هم جدا، اهریمن و اهورامزدان دو قدرت جدا هستن، جدا هم آفریده شده.